بخون. خیلی خوب. بقیهش. بله. بله. بگینه سیپر چاکش بدیم حالا. سرش هم درست کن. خاله خالشو باید خیلی کوچولو درست کنی یا گنده درست نکنی. اونو باید نصفش کنی. همه هستی شیرین که الان فیلم بگیره قیافه همه ببینه اما یه فیلم بگه قیافش اینجوری اخمالو ناراحت بعد خودش تلویزیون میبینه میخنده به خودش خودش خوشه شما خوشه شما خب جلو نه خب دیگه ماما میهون میافته قربونت برم مواظب باش خب دیگه حالا بیا هر جا به این بگه که بپرسه بچه شماست میگم بله دیگه خانم شب بخواه یه سوالاتی دیگه هم بکنه ولی من یه اجازه نمیدازه مثلا میگم نگین جلوش چون اصلا خودم دوست ندارم یه گاهی مثلا یه جاهای مادرم یه صحبتی میگم چرا توضیح میدی بنش کن باز نگو من نمیخوام کسی بفهمه شما هر کی پرسه بگو بچه خودم تموم بشه بره یا اصلا یعنی یه چیزی که ما میگیم این جزء از زندگیمونه جزء از جونمونه اصلا کسی دیگه در جریان قرار نگیره دلیلی نداره به عنوان یه داوطلب اول وارد مرکز بهزیستی شدم دوست داشتم که زمانه بیشتری با بچه ها باشم به خاطر همین تعداد دفعات شرکت در اون بهزیستی و مرکز رو تعدادش رو بیشتر کردم اعلام کردم که من تعداد بیشتری زمانه بیشتری میتونم بیام به مرور که هرچه رفتم علاقمند شدم به شرایط بچه هم آشنا بشم یک به یک بچه ها رو نگاه میکردم شرایطشون رو
در نظر میگرفتم با توجه به شرایطشون دوست داشتم به یه گونه بهشون کمک کنم. بعضی بچه ها بودن خیلی دوست داشتم بیشتر بغل باشن، نیازهای عاطفیشون تأمین بشه، یه جوره دوست داشتم اونجوری اونها رو. امیدی که ابتدا دیدم شرایطش رو دیدم یه لحظه نگران شدم و ترسیدم. اولین بار که تغذیهش رو دادی مربی به من نگاه کردم دیدم نمیتونم تغذیهش کنم، یه شرایط خاصی داشت، بلعیدنش با مشکل بود، نفس کشیدنش تعدادش نسبت به بقیه بچه‌ها خیلی زیاد بود، حتی مکیدنم که نمیتونست شیر رو قورت میداد با زحمت بود. خیلی ترسیدم، به مربی سپردم، ولی نمیدونستم که رقم میخوره زندگیمون با این کوچولو چجور میاد تو زندگیمون میفته، خودم هم حتی بچه هام و زندگیمون همه جی رو تحت تاثیر و شرایط زندگی این قرار میدیم. اینجوری بخوری پشمک اینجوری میخورم که گاز نزنه. یکی دو بار بعد که رفتم بیشتر با امید آشنا شدم، خیلی تأثیر گرفتم از شرایطش. طوری بود که اصلا توی خانواده زیاد نمیومدم، جمعای فامیلیمون کمتر شرکت میکردم که برم ببینم چجوری میتونم بهش کمک کنم. حتی گاهی اوقات بغض میکردم، ناراحت بودم که چرا شرایط این اینطوریه، چجوری میتونم کمک بدم. با خودم فکر کردم، گفتم با گریه و ناراحتی با فکر کردم کمکی نمیتونم. شاید بدونم با توجه به تجربه که نسبت به بچه اولم داشتم شرایط تغذیه خاصی داشت، میتونم برای اینم یه کاری بکنم. سعی کردم با دخترم در میون گذاشتم، گفتم بیا دوتاییمون با هم داوطلب هستیم، نوبت به نوبت بریم، هر روز که شما هستیم شما نبودی من برم. یه بوی مقدار ایشون رفت تو مسائلش قرار گرفت. دیشب جایزت کی گرفته؟ فرشته مهربون برای چی داده بهت؟ قلو بلا خونده. سر افطار چیکار میکنی؟ فرشته مهربون برات جایزه میاره؟ یه دایره مشکی درست کردی؟ درست کن دیگه. امروز رفتی پیش ندو چی یاد داد؟ امروز قالب بزن، قالبای خوشگل بزن، سوسک میشه چیه زشته. من میخواد درست کن نشون. از سوسک میترسه، ولی اولین چیزی هم که درست میکنم اون سوسکه. دادی نم امو دادی نو امو نو امو. اینجا که رو هم چسبوندی. استار آنجا شده، استار شده، شبیه ستاره. امید سمیرا میخواد ببینم مثل همیشه حفظ هستی یا نه، یادش رفته اسما رو. یادت هست تو؟ یادش رفته، روزه میگه. برو بری استار رو باشی. این یه داره برای خرسی بگو. هنوز یادته؟ همه این هم خارجی بگو هم فارسی روده میشه؟ این در رو ببینشون بده ببینم این در میاره لانگه لانگه فارسیش لانگه. چی میشه؟ این چی بود؟ این چی بود؟ هان هالته من بگو خارجی نمیدونم چی میشه. بابا احمد
منرجم میدید باری کلام میده آقا این چیه؟ میوا یعنی چی؟ حالا بگو من از تو یاد بگیرم تمه آفری این سبزه چیه؟ هینکه یعنی چی؟ صفرا آفری یه بالانس میخوای بزن خستگی درات حالا فعلا یه بینه بزن اما ببینم تو چه میکنی یه بالانس بزن خستگی درات اول به عنوان حامی شدیم جلو اومدیم که حمایتش کنیم و نظر مالی ساپورتش کنیم کارهای درمانی اگه داره به عنوان داوطلب ما ببریم و بیاریم بعد به مرور که علاقه بیشتری نسبت بهش پیدا کردیم یک علاقه دو واقعا خدایی میگم خیلی نگران زندگیش بودیم و سرنوشتش بی نهایت که خود اونا متعجب میشدن توضیح میدادم نمیدونم کار خداست انقدر علاقه پیدا کردیم برای اونا یه چیز تعجب داری بود که یه بچه با این حد معلولیت با این تعداد معلولیت چطور انقدر علاقه به این پیدا کرده این همه بچه اونجا ولی واقعا اول از همه فقط نظرم کمک بود رشد بهتر این بود سلامتیشو بدون روز به روز به دست بیاره ولی علاقه رو خدا ایجاد کرد به ما رو دیدیم چقدر دل وابستگی بهش پیدا کردیم دلبسته شدیم امروز میخوای چه صفحه یه درست بکنی؟ چه صحنه ای باشه؟ چقدر اینو خواهی درست کردی؟ خارج از اون قواره که حالا خانم هم گفتم توی قلب ما تقریبا اون چیز خدا انداخت که نسبت به این اینجور علاقه من شدیم و هر روز بر پررنگ در شد اصلا یه نگاه نافذی داشتیم بچه یعنی اولین باری که یه ملاقات گرفتن هماهنگ کردن با بهزیستی که مثلا من برم این بچه رو ببینم خدایش اصلا روز اول که مدتم دیدمش همین آوردن خانمم آورد داد بغل من چون اون روز تمام وقت داوطلب بود اونجا آورد داد بغل من اصلا نگاهی که کرد وجدانن اصلا یه نگاه نافذی داشت حالا خودش هم بی تأثیر نبود نگاه خودش هم بی تأثیر نبود خیلی جلو رفتیم اما قرارمون بود یه ذره بیای عقب‌تر همیشه مثلا قصد دارم برم داخل برکه اینجوری هم خوبه آره آره مامانم میخوای اگه خسته شدی ناهار تو بیارم آره اونو داریم درست کرد یه ناهارشو بیار بخوره همونی که دوست داری درست کردم ها ببین دیگه خمیازه میکشه تو این کارا این دیگه یه نواخ شد براش نه اصلا 3 دقیقه هر کاری بتونه مشغولش کنه حالا اینو ما جمع کردیم جلو شما 3 دقیقه اونو پرت میشه بعد میاد اون ملاجه میاد اون پرت میشه دوباره یکی اینو پر همینجوری دیگه یعنی از اینو داریم جمع جور میکنیم تموم شد 3 دقیقه آروم آروم من میگم خوب نمایی دوست دارست بازی هم بکنی؟ بله من دونه ما همینگه شون چاپ بایی این رو هم مونه یه پا آو بشه اول با پا میدیم میدونم اونجا سخت میشه آخه سرسره با پا نمیتونه بره اول با پا یه ذره پیاده روی دور استخر باشه بعد میدیم تاپ بازی تاپ هم باید پات باشه بعد که تاپ در اومدیم رفتیم سراغ سرسره سرسره چیکار میکنیم؟ اگه دیدیم اذیت میشی در میاریم آره میکشی تغییر بابا میدی اصلا قصد بچه دار شدن و اینکه یک بچه دیگر یا وارد زندگی میکنیم نداشتم شرایط امید باعث شد که این تصمیم رو بگیرم شرایطی که به اون دیدم نگاه کردم دیدم این یه مراقبت خاص میخواد کسی باشه بتونه وقتشو بذاره زمانشو بذاره میتونه امید روش کنه از اون حالت سخت درات اگر این تصمیم گرفتم فقط به خاطر کمک بود که فکر میکردم بیا توی خانواده وقت و زمان بیشتر یا بذاریم میتونیم امیدو بکشونیم بالا فقط جنبه اول کمک و رضای خدا بود بعد محبت ایجاد شد اما الان دروغ نمیگم الان محبت فوق العاده زیاد بهمون به وجود اومده طوری که محبت مادر و فرزندیه در شما
بذار توی یخچه. بذار توی یخچه. اومدن. خب برو لباس بذار گوش بریم پارک. تقسیم میکنیم. یه نوبت یه موقعی میگیم فرزند ایشونه، یه جاهایی مثلا شمال میریم میگیم فرزند دختر بزرگمه، چون وقتی میگیم فرزند این هاست دیگه زیاد سوال نمیاد پشتش، همین فقط میگن ای وای چرا آخه فلان، ولی برای من خیلی سوال بیشتر میشه، بنابراین من میشم مادر بزرگ. اینا یا یک نوبت فرزند ایشون میشه، نوبت فرزند اون، به خاطر نگاه های کنجکاو به مردم که بیشتر بخوایم نگاه ها رو ببندیم ادامه ندن. آشناها همه متعجب بودن، همه تعجب میکردن، بعضیا با یه دیده همچین تمسخرآمیز نگاه میکردن، چه کاریه چه فکر کردی، حتی بعضیا با هم بحث هم میکردن، شما چی فکر میکنی، میتونی همچین پسش بیای، در خودت چی دیدی چی فکر کردی. بعدم وجود اینها طوری دیگه از خدا میگردونه رقم و خودش بلده چه کار کنه. اگر ما تصمیم بگیریم دستمونو بدیم تو دست خدا، خودش میگردونه راه میبره. حتی یادمه بغل میکردم میبردم راه دکتریم ورونور، بغل کردم برام سنگین بود، یادمه که مسخرم میکردم تو چی کار میکنی، آره این کار میکنی نتیجه نمیده، بچه بین میره. مثلا چند ماه اول که خود دکترام امیدواری نمیدادن، میگفتن فکر نمیکنم چون ضربان قلبش اینا مشکل داشت. من توضیح میدادم تا هر مقدار که بتونیم عمر امید به دنیا باشه و من بتونم کمکش میدم. مگه نیت من کمک نیست؟ خانواده من میگه نیتشون کمکه، تو هر جا که عمر این بچه دست بده ما هستیم، هر جا که نتونست باشه. بلند کن ما حتی گاهی اوقات با همسرم به اتفاق یه موقعی میشه بچه ها نیستن من ایشون میریم پارک. خیلی نگاه های مردم سنگینه به ما، یک سنمون، دو شرایط ظاهری امید نگاه میکنن فکر میکنن توی سن بالا ما فرزند دار شدیم، چرا با این شرایط، چرا آوردیم. بعضی اوقات انقدر نگاه میکنم که با یه بغضی بهمون نگاه میکنن، خودم میفهمم. چیزی که به جوانها با ساده تر نگاه میکنن، شاید با ترحم نگاه کنن که یک بچه معلول داره، به من و همسرم با یه بغض خاصی، با یه کینه که چرا تو این سن آوردیم. اصلا برای مهم نیست فکر مردم، دیدشون، نگاهشون اصلا. چیزی که برای مهمه اون لحظه اینو بردیم تو پارک، شادیم، شاد شده، داره لذت میبره، انرژیشو تخلیه کرده، همون برام کافیه. به اتفاق همسرم میایم، فقط این برامون مهمه، نگاه مردم و دید مردم اصلا. خدا خودش هست در جریان، خودش داره کمک میده، همین برامون کافیه. ما حتی پیش پزشک برده بودیم اینو معاینه بکنه، اصلا پزشک به ایشون با یه لحن خیلی شدیدی که من بیرون شنیدم توی اتاق معاینه به ایشون گفت این چه کاریه کردید شما، یعنی فکر میکرد واقعا بچه خود ما هست و توی این سن ایشون مثلا بچه دار شده. بعد که قضیه رو، خب ما معمولا قضیه رو اصلا نمیگیم، هیچ جا نمیگیم، بچه خودمونه دیگه، چه کار داریم اصلا باز بکنیم قضیه رو. یا بعضا میگن سونوگرافی مگه شما نرفتید؟ بعضی آقایان اطباء اصلا میگن مگه شما سونوگرافی نرفتین؟ تو این موقعیت و با این تکنولوژی چرا مثلا اقدام کردین به چنین آبادان چنین بچه؟ بعد که قضیه رو مجبور میشیم باز کنیم، اصلا دید طرف به نوعی عوض میشه 180 درجه، میگه واقعا این کار شما کردید؟ خب انگیزتون چی بوده؟ حالا باید تازه بشینیم توضیح بدیم بابا معاینه تو بکن، چه کادر انگیزه ما چی بوده؟ اصلا ما نظرمونی نبوده که بچه بیاریم که چه سالم چه ناقص. ما احساس میکنیم اصلا این بچه خودش اومده توی زندگی ما، اصلا ما نیاوردیم که. واقعا تو اولین دیدار خودم اصلا احساس کردم اون چشمای ناوزین رو اصلا احساس کردم. من فکر میکنم اصلا ایشون اومده تو زندگی ما، ما نیاوردیم اینو تو زندگیمون که بخواییم حالا دنبال انگیزش بگردیم. وقتی یه چیزی خدایی باشه دیگه اصلا انگیزه مطرح نیست، انگیزه فرد اصلا مطرح نیست که.
میتونینش پیش بخوره. امید چیه؟ بخواه درشنگو چه زیر سرش میخوایی مثل جیری عقب بری؟ امیدم تو زندگی ما اومد خیلی تأثیر گذاشت تو زندگی ما. امید ما رو نسبت به زندگی خیلی عوض کرد، خیلی عوض کرد. خیلی مسائلی که برای خانم‌های دیگه خیلی جالبه توی خونه چیدمان عوض کردن، اصلا دیگه ما به این مسائلش کدوم گرایش نداریم. اصلا دید ما رو به زندگی عوض کرد. عوض کرد. واقعا وجودش برکت داشت. دخترم هم امید ما رو شاد کرد. امید ما رو متحول کرد. خیلی اینو وجدانم بدون اغراق دارم میگم. اصلا ما دیدمون نسبت به زندگی 180 درجه فرق کرد. چیزی که براش خیلی جالبه خریده، خرید و همراه همه میشه، هر کی بخواد بره، حالا چه وسایل شخصی خودشون و بچه ها بخواد خرید کنن یا یه وسایل روزمره خونه رو، همراه خرید هست. شیرین ترین تفریح براش بعد از پارک خریده و بسیار اهل خرید و خرج کردن. هیچ هم نگاه نمی کنه. همیشه میگه پول باید زیاد دنبالتون باشه، زیادم خرید کنی. دیگه چه چیزایی برای خرید؟ ایران مارکت میرفتی؟ تخم مرغ شانسی دیگه؟ خب امیدم که میره خودش سراغ بستنی ها بلندش کنم ببینم چی میخوای. چی دوست داری؟ بستن کدوم؟ اسمارتیسی. آقا سلیمی اسمارتیسی هم داری؟ تموم شده. عروسکی میخوای؟ بله. یه رو میاد دو تا پستانی برداشته یه رو همشی پاپتا قدیسن تا بری نمیده برسی همیده شما درد نکنید میگه شما هم نزید تنکیو تنکیو خدافزی هم بکن از آقا سلیمی بسه بقیشو بدم مرسی من بسه زنده باشی سلیمی میگه یه پسر بچه الان 4 سال و نیم است. خب پسر دیگه توی خشونت و سیدی های خاص و شخصیت های خاصن ولی اصلا امیدی چنین شخصیتی نداره، خیلی خودساخته تره، خیلی از نظر شخصیت، از نظر عقل، همه چیز خیلی آیکیوش خیلی بالاتر از حد معموله. سنجش هم که کردیم، حتی توی مرکز بودیم سنجش کردیم، آیکیو خیلی بالایی نشون داد که خود اون فردی که نشسته متخصص اول خب هر جا ما میریم اول ظاهرش رو نگاه میکنه فکر میکنم خب این ملت ذهنی هم شاید داشته باشه، ولی وقتی که صحبت میکنه چون به خاطر تکلمش یه کمی نقص داره هر کسی یه دید خاصی پیدا میکنه، بلکه هم صحبت و هم نشین میشه با این بچه میده نه اصلا فراتر از سن خودشه. که تو مثلا ندیه آیکیو به من گفت اصلا خود آقای مونده بود که گفت من نمیدونم این بچه رو پیگیری کنین مرکز خاص ببرینش ثبت نام کنین. آیدا جونم بذار امید بکشه. خب تو نقاشی رو کامل کن، تمرین کن تو دفتر، دست بده بیا دست پا مرسونی تو بر بدی. بیا من میخوام شیرم از مامانم بگیرم. چی تو بگیری؟ شیرم. شیر تو خالو بعد از کلاس میخوریم دیگه. اینجا نه، تو اینجا
قهوه‌ای بزن. الان دیگه برای فرزند خواندگی اقدام کردیم که با توجه به سنمون و اینکه ما بچه داریم چیزی مغایر با قانونیه که الان برای فرزند خواندگی، ولی بهسیستی صحبت کردیم این 4 سال سابقه ما، شرایطی که برای امید فراهم کردیم و خودمون که داوطلب هستیم با توجه به اینکه هر کسی داوطلب برای نگهداری بچه معلول نمیشه. این صحبت رو من اونجا کردم. اگر من این کار رو انجام دادم نیتی داشتم، نیتی بوده مخلصانه و خالصانه با خدای خودم. امید فقط به خاطر شرط خاص خودش خواستم بیارم تو زندگیمون به گونه بهش بتونم کمک کنم، شاید بتونم یه آدم خیلی مفید مثبت رو به جامعه تربیت کنم انشالله. الحمدلله شکر خدا دوتا بچه های خودم بچه های موفقی هم تو جامعه. انشالله امیدم با توجه به معلولیتش شاید خیلی وسیع تر از اینا بتونه کمک کنه. ولی بگم فقط مسئله که باعث شد این تصمیم بگم شرایط جسمی خودش بود. یک شرایط جسمی، دو شرایط روحی بالایی داشت. از همون کوچیکی تو بیشیخوارگاه 4-5 ماهه بود که میرفتم نسبت به بقیه بچه ها دیگه باهوشتر بود. میترسون آدم رو تختش، صدا میداد خوب میترسیدیم، میخندید قه قه که منو دست انداخته. یا صبح میرفتم سلام میکردم به مربی ها، خسته نباشید میکردم، اجازه میدین کمک کنم، امید رو بغل میگرفتم، میدونستن چقدر دوستش دارم. صورت منو برمیگردوند رو به این و میگو به من نگاه کن، منو توجه. اصلا هیچ کدوم بچه های حالت رو نداشتن که این داشت. از نظر هوشی خیلی بهره بالایی داشت، خودم میفهمیدم. میدم حیفه تحلیل میره با این شرط جسمی بخواد تو بهسیستی بمونه، تحلیل میره. اون استعدادی هم که تو وجودش هست، هوشی هم که هست، ابل میره. این بچه میتونست تو خانواده بیاد خیلی خیلی روش کنه، خیلی بالاتر حد یه بچه طبیعی. اونا هم باعث شد یه چیزای دستگیرم شد تو رابطه که باش داشتم نسبت به بقیه تواناتره. چیکاره بشی آینده؟ فضا نورد خارجی گفت. فارسی بگو، خواهش میکنم. همه فارسی صحبت کن. صدا نمیشه. نه صدا نمیشه. متوجه شدی چی میگه؟ برنگوه دیگه صدا میپیچه میفهم. بله میگه. چرا اونجا داره میره؟ ضبط میشه. صدا اینجا ضبط میشه. قشنگ. بذار بکنه، بذار بکنه. بکن بکن. بخون. خیلی خوب. بقیهش. بله. 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 Yeah.